دوستان سلام. آقا یادتونه این آقای آمانو رفت کنگره آمریکا بعد گفت یه توافق محرمانه با آخوندا داشته که نمیتونه راجع بهش حرف بزنه؟ بله، همونی رو میگم که بعدن آسوشیتد پرس لوش داد. آسوشیتد پرس به پیشنویس سندی دست یافته که حاکی از یک توافق محرمانه میان ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی است. بر اساس این توافق به رژیم ایران اجازه داده شده تا در بازرسی از تأسیسات پارچین از کارشناسان خود استفاده کند. پارچین همان مرکزی است که ظن آن می‌رود در گذشته آزمایش‌های مربوط به سلاح هسته‌ای در آن انجام شده است. ظاهرا قرار بوده آژانس ما به ازای جمع شدن سانتریفیوژا یه اوکی نیمبندی با آخوندا بده و به این ترتیب پرونده اتمی آخوندا رو ماسمالی کنه و بگه بم دیدی ندیدی. اما الان معلوم شد آخوندا رکب خوردن و آمونو گفته من نمیتونم بگم رژیم دنبال بمب اتم نبوده. یعنی چی؟ احسنت، برجام گورزاد. با اظهارات آمانو این نگرانی تشدید شده است که طرف مقابل به رغم برجام و عقب نشینی هسته‌ای ایران اما همچنان به دنبال آن است تا مسیر بهانه‌جویی علیه برنامه هسته‌ای ایران را باز نگه دارد. این رفتار آژانس قطعاً به معنای عدم حسن نیت طرف مقابل برای پایان مخاصمه هسته‌ای است و البته به معنای مرده به دنیا آمدن برجام نیز خواهد بود. بله، چوب و پیاز و صد تومن که میگن اینها. آخوندها یک قراری گذاشتن اما حواسشون نبود که قضیه به این سادگی هم نیست. طرف که نمیاد آبروشو خرج قرار داده محرمانه با 4 تا آخوند زهر خورده بکنه که. آره دیگه، ته خط همین میشه که ملاحظه کردید. هامانو میزنه زیرش و برجامم میره لب پردگاه. برخورد مسئولانه عراقچی با اظهارات آمانو قابل تقدیر است ولی به نوشداروی بعد از مرگ سهراب شبیه تر است. بنابراین در صورت توقف اجرای برجام امکانات فراوانی را از دست داده ایم بیان که حریف چیزی را از دست داده باشد. و بالاخره آیا هنوز هم میتوان به آمریکا و متحدانش اعتماد کرد و با افتخار از فرمول برجام برای حل و فصل مسائل منطقه سخن گفت؟ حالا از همه دیدنی تر قیافه شخفریه. این همه برجام کرد و پوز زهرخوری واسه رفع تحریما رو داد، حالا زهر رو که خوردن هیچی. با این گزارش آمانو رفع تحریما هم رو هواست. یعنی پیچن در پیچ، یعنی فیتیل پیچ. سیدر پیزوری بگو ببینم این یکی پیچ رو چجوری میخوای رد کنی؟ اینقدر پیچ میخوری و میخوری تا آخرش ملت تومارتو بپیچن.